کمتر از 20 روز از حمله تروریستی سنی‌های تندرو به مدرسه دختران کاج در شهر کابل می‌گذرد. حمله‌ای که منجر به شهادت 55 نفر و زخمی شدن بیش از 115 نفر از جوانان هزاره شد. در پی این حمله هزاران نفر در سراسر جهان از جمله انگلستان در کنار جامعه هزاره ایستادند و از دولت مردان خواستند تا در واکنش به تبعیض، خشونت و کشتار سیستماتیک مردم هزاره در افغانستان اقدامی فوری انجام دهند. برگردان فارسی گزارش همکارم عروش فاطمه مالک را با هم ببینیم. این در به تنهایی دوام نمی شود. هموطن، در 12 اکتبر سال 2022، 20 مهر ماه، نزدیک به 2000 نفر از سرتاسر انگلستان و اسکاتلند، ویلز و منچستر دور هم جمع شدند تا با شیعیان هزاره که نزدیک به 250 سال از قتل عام هدفمند آنها تنها به خاطر شیعه بودن می‌گذرد، اعلام همبستگی کنند. طی این راه به مایی مسالمت آمیز، برخی از سخنرانان به دو زبان فارسی و انگلیسی راجع به ناعدالتی و ظلمی که شیعیان هزاره طی 10 سال گذشته با آن روبرو بودند، صحبت کردند. شرکت کنندگان در تظاهرات با تجمع در خیابان‌های انگلستان علیه طالبان و سایر گروه‌های تروریستی شعار دادند و خواستار عدالت در جامعه افغانستان و رعایت حق شهروندی و زندگی مسالمت‌آمیز برای شیعیان هزاره شدند. ایشان همچنین بر حملات مکرر و هدفمند علیه شیعیان هزاره تاکید کردند و دلایل آن را شیعه بودن و متعلق بودن به نژاد هزاره معرفی کردند. آنها پس از تجمع به سمت خیابان نخست وزیری راهپیمایی کردند تا از جامعه جهانی بخواهند موضوع کشتار و قتل عام علیه شیعیان هزاره را جدی بگیرند. در همین راستا خبرگزاری اخبار شیعه توانست گزارش‌های ویژه‌ای از این تظاهرات و افرادی که در آن شرکت کرده بودند تهیه کند. اسم من تام مادینه و من به خاطر کشتار شیعیان هزاره در 250 سال گذشته اینجا هستم و حکومت بریتانیا قوی مسئول این مسئله هستن و ما از اونا انتظار عکس العمل بیشتری داریم. در تاریخ 30 سپتامبر تروریست ها وارد مدرسه شدن و بیش از 57 نفر از جوانان هزاره را قتل عام کردند. به همین خاطر الان ما اینجا هستیم و از جامعه بین الملل و سیاست مداران این کشور می خواهیم تا این جنایت ها پایان بپذیرد. ما از اینکه شما اینجا هستین و صدای ما را به جهانیان می‌رسونیم از شما متشکریم. ما از طریق پارلمان اقدام خواهیم کرد و خواسته های خودمون رو مطرح میکنیم و از حکومت میخواهیم تا در این زمینه اقدامی انجام بده و از هزاره های افغانستان حمایت کنه. متشکرم.